چهاردهمین روز دیماه برابر با 4 ژانویه سال 1292 خورشیدی برابر با 1913 میلادی ورود اولین هواپیما به ایران در پی اجرای یک برنامه پرواز نمایشی در آسمان تهران توسط خلبانی لهستانی با یک هواپیمای دوباره سبک در زمان احمدشاه قاجار اولین هواپیما به ایران وارد شد. در ازای این برنامه دستاندرکاران این هواپیما با فروش بلیط‌های گران قیمت نمایش مختصری دادند. تا سالها بعد پروازها غالبا نمایشی بود و هواپیماها برای این منظور به ایران می آمدند و در تهران زمین مشخصی برای فرود و برخاستن هواپیما وجود نداشت تا آنکه در پی درخواست دولت انگلستان برای فرود هواپیما دولت ایران زمینی در جنوب تهران برای این کار اختصاص داد. سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی در گذشت آلبرت کامو نویسنده فرانسوی که در خانواده فقیر به دنیا آمد و در میان طبقه کارگر بزرگ شد. وی دوران تحصیلش را با نمراتی درخشان به پایان رسانید و سپس به تدریس و تحصیلات دانشگاهی پرداخت. آلبرت کامو چندی بعد به روزنامه نگاری و فلسفه علاقمند شد و عشق فراوانی به درام و درام نویسی پیدا کرد و پایان نامه دکترایش را در رشته مسیحیت و اعتقاد یونانی به رشته تحریر درآورد. وی در جریان جنگ جهانی دوم نشریه کومبارا که از انتشارات نهضت زیرزمینی مقاومت ملی فرانسه در برابر نازی‌ها بود تأسیس کرد و چندی نگذشت که همین روزنامه ارگان رسمی و اساس نهضت مقاومت ملی شد. کامو پس از خاتمه جنگ جهانی دوم نویسندگی را ادامه داد و با نگارش کتاب معروف تا اون به شهرت دست یافت و موفق به اخذ جایزه ادبی نوبل شد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی سفر ژنرال هایزر مستشار عالی رتبه نظامی آمریکا به تهران. ژنرال رابرت هایزر معاون وقت فرمانده نیروی هوایی آمریکا در اروپا بود و برای مأموریتی ویژه به تهران آمد تا دولت آمریکا را در تصمیم گیری های بعدی و اطلاع از اوضاع ایران در زمان انقلاب ایران یاری کند. هایزر در مدت اقامت 30 چند روزه خود در ایران تنها یک بار با محمد رضا شاه ملاقات کرد و در آن جلسه از روز و ساعت خروج شاه از ایران مطلع شد. علی‌رغم اینکه سفر وی به صورت محرمانه انجام شده بود، این خبر در روزنامه‌های عصر اعلام شده بود که معاون فرماندهی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به دنبال تشکیل کنفرانس سران در گوادالوپ و در ساعات اولیه کنفرانس با مأموریت ویژه از طرف دولت آمریکا به تهران اعزام شده است. او در کتاب خاطراتش نوشته است: من برای بررسی این مسئله مخفیانه به تهران آمدم که کودتا چگونه میسر است و یا اصلا به مصلحت هست یا نه، اما مأموریت ویژه او بنا به خاطرات سران ارتش شاهنشاهی و اسناد مختلف جلوگیری از انجام هر نوع عملی از سوی نظامیان علیه انقلابیون بود.